از آنالیز و بررسی قسمت پنجم سریال در انتهای شب تا درک زیر لایه‌های پشت داستان این سریال، از پسرموی لات و لوت و انتقام از عشق به باد رفته تا پیشبینی سرگذشت دارا در قسمت بعدی، از سوتی دوباره در سریال در انتهای شب تا فرق بین بوق زدن با پراید یا النوت، ماهی یا زانو، مسئله این است. همه و همه در این قسمت از کانال 13. یاران یاوران همیشگی و پروپا قرص کانال 13، درود و صد درود به همه شما مخاطبان و زیبارویان و خفنان خودم. امیدوارم که مثل همیشه خفن درجه یک باشید. آقا تو این ویدیو میخوام درباره قسمت پنجم سریال خوش ساخته در انتهای شب صحبت کنم. سریالی که آیدا پناهنده ساخته و تا حالا 5 قسمت از این سریال پخش شده. البته برای 4 قسمت اول یه ویدیو زدم که درباره جزئیات و معرفی در انتهای شب صحبت کردم. پس اگه اون ویدیو رو ندیدین از طریق لینکی که این بالا میاد بزنید که دیگه اون ویدیو رو ببینید و حرفای تکراری نزنید. اگه بیننده این سریال باشید حتما میدونید که برای هر قسمت یه اسم گذاشتن و اسم قسمت پنجم بار هستیه. بار هستی اسم یه رمانه که تا حالا چند بار تو این سریال بهش اشاره شده. مثلا تو قسمت اول اون تینیجرایی که اومده بودن واسه سورپرایز تولد و این حرفا، یه دختر نوجوان داشت اون گوشه کتابی میخوند و به مایی گفت اینو ببرم، یعنی کتابو گفت که ببره بعد بیاره پس میده. دقیقا همون کتاب بار هستی بود که تو دستش بود. شاید براتون سوال باشه که چرا اسم این قسمت رو بار هستی گذاشتن. دقیقا تو این سکانسی که بهنام به ثریا میگه بیا بریم، کاریت ندارم و قول میدم فقط یه کتابی برات بخونم و این حرفا، داره رمان بار هستی رو برای ثریا میخونه. آقا یه تیکه راجع به لایه‌های پنهون این سریال صحبت میکنم که ببینید چقدر عمیق و خفن کار شده هر سکانس از این سریال. رمان بار هستی اثری از میلان کوندرا که خود همین رمان بر اساس نظریه بازگشت ابدی نیچه یا همون بازگشت جاودانه نیچه نوشته شده. نظریه بازگشت ابدی نیچه میگه هر تصمیمی که ما توی زندگیمون میگیریم تا ابد برای ما تکرار میشه. حالا این سریال که بر اساس رمان بار هستی و نظریه بازگشت ابدی نیچه است، بارها و بارها داره به این موضوع اشاره میکنه. از پلاناش بگیر تا خود اتفاقایی که توی فیلمنامه هست. مثلا تو همین قسمت پلانایی رو دیدیم که تکرار یه سری اتفاقای قبلیه. مثلا اتوبوسه و مردی که بهنام به جاش اشتباه سوار شده بود و دوباره تو همین قسمت هم دیدیم. یا سکانسی که بهنام چمدون ثریا رو میبره پایین، ما تو قسمت اول هم دیدیم که چمدون ماهی رو میبرد پایین. یا خیلی از پلانای دیگه که به یه مدلی به یه نحوی داره تکراری از پلانهای قبلی رو نشون میده. علاوه بر این که به صورت نمادین این تکرارا رو تو تکرار یه سری پلانا نشون دادن، تو یه سری قسمتای از فیلمنامه هم این نظریه رو ما دیدیم که قشنگ مستقیم داره بهش اشاره میشه. مثلا اونجا که بابای ماهی بهش میگه من خر احمق بودم، نباید از اول 20 سال پیش عکس این بابا رو به دیوار میزدم که تو هر روز بری و بیای عکس این بابا رو ببینی تا آخر بخوای یکی رو مثل این پیدا کنی. همینجا هم باز فیلمنامه داره به نظریه نیچه اشاره میکنه که هر تصمیمی بگیریم تا ابد برای ما تکرار میشه. مثل تابلو عکسی که بابای ماهی 20 سال پیش زده اما معتقده که تو زندگیش هنوز تأثیرشو داره و تکرار داره میشه. اما کتاب یا رمان بار هستی که اسم این قسمت هم هست، دو مدل جهانبینی داره. دو مدل کاراکتر با نگاه مختلف. اولین جهانبینی مدلی که خیلی به مسائل سبک نگاه میکنه و تصمیمهای آنی و احساسی میگیره. ولی نگاه کاراکتر دوم خیلی جدیتر و فکر شده تر و سختره. کاراکتری که سخت تصمیم میگیره، چون میدونه هر تصمیمی تا ابد براش تکرار میشه و به بازگشت جاودان اعتقاد داره. ما تو این سریال هر دو جهانبینی و هر دو سبکو داریم. یعنی بهنام که جزء دسته اول و تصمیمهای لحظه‌ای میگیره، سری بعد از طلاق تا مهرش خشک نشده به شب نکشیده پارتنر برای خودش انتخاب میکنه، خیلی راحت برای زندگیش تصمیم میگیره و خیلی احساسی. حتی بین ماهی و ثریا تصمیم درست نمیتونه بگیره و مردده، اما ماهی جزء دسته دومه و خیلی سخت تصمیم میگیره. حتی با اینکه گزینه روی میز مثل بزرگ مهر داشت که قبلا هم باهاش مثل اینکه یه تیکوتاکی داشته، بازم دل به شروع رابطه جدید نداد. به خاطر اینکه ماهی از اون تیپ شخصیت هاست که اعتقاد داره به بازگشت جاودان و بازگشت ابدی. حتی جالبه تو همین اول قسمت 5 باز ما یه سکانسی رو داشتیم که دقیقا به این داستان ابدی، اعتقاد ماهی به بازگشت ابدی و اعتقاد نداشتن بهنام به این موضوع اشاره میکنه. هیچ چیزی ابدی نیست ماهی جون. از رمان بار هستی و نظریه نیچه بگذاریم، بریم سراغ مابقی داستان. تو این قسمت یه استعاره قشنگی هم دیدیم. ماهرخ که به نام ماهی میشناسیمش و ثریا که تو این قسمت با یه استعاره جالب و تشبیه که به زالو شده. حتی خودش هم میگه که تصمیم گرفتم برای بقیه آدما زالو باشم.
حال بد آدم ها رو میمکیدم که حالشون خوب کنم. اینجا تقابل دو کاراکتر ماهی و زالو رو داریم که ماهی آزادانه شنا میکنه ولی زالو تو شیشه است و بعد از خوب کردن حال آدم ها محکوم به مرگ. البته تقابل این دوتا کاراکتر رو ما از اول داشتیم. تو این سریال ما دو مدل مفهوم و نمادم داشتیم با پراید و النود. پراید نماد کاراکتر سوریا و اتفاقا ماشین سوریا هم هست و النود نماد ماهی و ماشین ماهی هم که النوده. حالا این وسط یه بهنام هم هست که باید انتخاب کنه با کدوم ماشین بوق بزنه. بهنامی که میدونیم رانندگی بلد نیست و وضع مالی خوبی هم نداره، پس پراید میتونه گزینه خوبی براش باشه. این راحت‌تر، ساده‌تر، دم دست‌تر و ارزان‌تر. اما النود به نسبت پراید خب ماشین قوی‌تر و محکم‌تریه، مثل ماهی. یه جا هم که خود سوریا اشاره کرد که دوست دارم النود داشته باشم، یعنی خودش رسما داره میگه دوست دارم کاراکتر و تیپ شخصیتی مثل ماهی باشه، به جای اینکه یه آدم بدبخت و بیچاره و نحیف و تو سری خور باشم یه آدم کاراکتر قوی و خودساخته‌ای باشه. اما بریم سراغ پسرموی لات و شخص مزاحم. اول تو سکانسی که بهنام سوار ماشین سوریا میشه و چمدونو میذاره تو ماشینش، یه بابایی داشت زاخسیاشونو چوب میزد. یعنی این بابا از قبل متوجه رابطه سوریا و بهنام شده بوده. حالا این کیه؟ اگه دقت کرده باشین یه جا تو همین قسمت سوریا میگه باز دوباره میشم دختر 18 ساله که عاشق پسرموی لاتشه. پس همین پسرموی لاته که شوهرش میشه و الانم که میبینه سوریا بعد از طلاق با یکی وارد رابطه شده چشم نداره ببینه و افتاده به انتقام و تلافی کردن. بهنامم که حواسش سر دارا پرت بود کلیدو پشت در جا میذاره و پسرمو یا شوهر سابق سوریا در باز میکنه و میره تو که میبینه دارا تو کموده. حالا بحث هیجانی داستان اینجاست که ببینیم این آقای لات چی به سر دارا میاره. پیشبینی من اینه که این مردک کاری با دارا نداره، یعنی به نظرم اگه دارا رو میدوزیدن یا بلایی سرش میآوردن تو در ادامه، یعنی اون آنچه خواهید دید یه سکانسی درباره این نشون میدادن. یعنی آنچه خواهید دید که دیدیم سوریا رفته پیش بزرگمهر، اون قسمت رو میگم. پس یعنی پسرمو یا شوهر سابق سوریا احتمال زیاد با دارا کاری نداره، اصلا داستان به سمت دارا و دوزیدن دارا و این اتفاقا نمیفته. یه تئوری دارم که احتمالاً بهنام خواسته کاری واسه سوریا جور کرده باشه و از این وضع زالو فروشی درش بیاره، برای همین یعنی برای کار به بزرگمهر معرفیش کرده. یعنی به نظرم بحث دارا کلا حل شده است و اتفاقی براش نمیفته. البته این نظر منه، باید ببینیم چی میشه و کلا باید ببینیم که این آقای پسرمو و شوهر سابق اومده که چجوری حال سوری و بهی رو با هم بگیره. اما هرچقدر از کیفیت خوب کار و فکر شده بودن فیلمنامه گفتم، وقتش که سوتی دوباره این قسمت رو بگم. یعنی وقتی کار اینقدر درجه یکه دیگه آدم توقعی همچین سوتیایی رو نداره. تو ویدیو قبلی راجع به سوتی تو آخر قسمت 4 گفتم که ساعت‌های پیامای واتساپ جابجا شده و پلانا جابجا شده، یعنی پسوپیش تدوین کردن. تو این قسمت دوباره همین اتفاق افتاده. مثلا اول همین قسمت وقتی پیام ماهی رو میخواد باز کنه ساعت پیام 11:05 است، اما وقتی پیام باز میشه ساعت پیام میشه 11:06. یا علامت سوالی که ماهی فرستاده بود تو قسمت قبل و اول این قسمت 11:13 بود، تو سکانس بعدی ساعت همین علامت سوال میشه 11:20. یا بهتر یه سوتی دیگه، اینکه یه وایس واتساپ وقتی باز میشه از رنگ سبز به آبی تبدیل میشه، یعنی وایس هایی که ما تو واتساپ گوش میدیم دیگه سبز نیستن، آبی میشن، اون دایره آبی رنگ میشه. اما اینجا بهنام وایس ماهی رو گوش میده ولی باز سکانس بعدی وایس معلومه که باز نشده. تو قسمت قبل گفتم دلیلش چیه، اما مختصر بگم به خاطر اینه که این سکانس ها رو چند بار میگیرن، اما تو تدوین دقت نکردم به ساعت ها و وایس گوش داده و این صحبت ها، فقط دیدن کدوم سکانس بهتر اونو استفاده کردن. خلاصه از یه اثر با این کیفیت انتظار همچین سوتیایی رو نداریم. البته که منصفانه بخوام بگم بهترین سریال های دنیا هم همیشه سوتی دارن و چیز خیلی عجیبی نیست. نظر شما درباره این سریال چیه؟ به نظرتون کدوم بازیگر تا حالا بهتر بازی کرده؟ حتما نظرتون رو توی کامنت برامون بنویسید. از ویدیوهای دیگه ما دیدن کنید درباره پدرخوانده، شب‌های مافیا زودیای، تمام ریالیتی شوهایی که میاد و مخاطب دارن مثل جوکر، ویدیو میزنیم و آنالیز و بررسی داریم براشون. و یه سری ویدیو سیرتاخیار هم داریم که بیوگرافی آدمایی که دوست دارید بدونید رو به سبک و سیاق خودمون میگیم. مرسی که تا این لحظه همراهمون بودید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله و تنگس رو فراموش نکنید و مراقب زیباییاتون باشید و خدا نگهدار.